شماری از دکانداران و صرافان در ولایت کندز از عدم چلش پولهای کهنه و فرسوده در بازار شکایت دارند. برخی از دکانداران در شهر کندز می گویند که چرخش نقدینگی در اثر آسیب دیدن سیستم های بانکی افغانستان و فرسوده شدن پول مردم را با چالش روبرو ساخته است و این روند سبب شده است تا به اقتصاد افغانستان ضربه سنگینی وارد کنند. آنان از شهروندان این ولایت می خواهند تا از بانک نوت ها به شکل اساسی حفاظت و مراقبت کنند و نگذارند بیشتر از این کهنه و فرسوده شوان. من دلتا وریجی راوړو بازی سوداګان چې کوو په پیسو باندې من ته غټې پیسې څوک نه راکوي ټولې مایده پیسې راکوي او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوي دي هغه چې موږ صرافۍ ته وړو صرافان هغه نه اخلي او ډېر په یو کمو بیا باندې که جوړ راشو مور سره تقریبا 200-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې نو موږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو نو د دې باید امارت اسلامي غم وخوري او دا پرسوده پیسې ټولې شي درباره پیسه های کهنه ما این پیسه ها را که مردم میگیریم صرافه ما پیسه را نمیگیره بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستیم ما امارت اسلامی افغانستان از اراکین دولت کندز خواهش مندیم که درباره پیسه های میده به ما توجه کنه پیسه میده را ما نمیگیره ما بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستیم در صرافه منو صراف نمیگیره اینجا بسیار در مشکلات زیاد مواجه شدیم پیسه را ما بگیره فعلا 100 دلار به 86 رو باشه به 89 رو میگیره به 300 فرق دیگه بسیار زیاد به مشکلات هستیم ما دولت کندز محلی کندز خواهشمند هستیم که درباره این توجه خاص کنه از سوی دیگر برخی از صرافان در کندز نیز میگویند که دکانداران پول هنگفت کهنه و فرسوده را با آنان می آورند اما از اینکه برخی از بانک ها پول های کهنه و فرسوده را نمی گیرند آنان ناگزیر می شوند تا از گرفتن این پول ها خودداری کنند آنان از حکومت امارت اسلامی می خواهند تا پول های کهنه و فرسوده را از بازارهای این شهر جمع آوری و به عوض اش پول های جدید را به بازار عرضه کنند تا مشکلات مردم از این ناحیه برطرف گردد مشکل طرف که پول خورد که دهی و بیستی و سدی و پنجاهی است اکثری پول ها مندرک شده و فرسوده شده و از مدتی که امارت اسلامی آمده شش هفت ماه میشه پول مندرس از شهر جمع نشده تمام پول مندرس است بنابر مندرس بودن پول و فرسوده بودن پول در بازار در عرضه و تقاضا فرق تفاوت آمده دیگه کنم مشکل نداره همه پولا را مردم میگیرن مشکل نداره من تا کمی تفاوت میکنه به خاطر او که آل فعلا بانک وجود نداره پیسه را انتقالش در کابل دلار از کابل میخرن و کل به پول کلان میخرن و یه در میدک سودا کنن و در کابل خودش پول تفاوت داره چون باره پیسه های فرسوده ما از حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم که درباره پیسه های فرسوده شده که از چلش ماندن شاریدن جمع‌آوری بکنن و در مقابلشان پیسه با نوت های جدید به بازار عرضه بکنن چون که پیسه ما هویت ما است اما از همکاران عزیز خود هم خواهش میکنیم که پیسه را مکمل مثل کاغذ واری استفاده نکنن در قبال نگهداری پیسه ما یک کم ذره اساس باشند. در عین حال مسئولان امارت اسلامی در کندز میگویند که تلاش به سطح مرکزی در این خصوص ادامه دارد و به زودی به این مشکل نقطه پایان خواهند گذاشت. اتحادیه صرافان میگویند در حکومت گذشته هنگامی که بانک نوت های کهنه و فرسوده افزایش می یافت، ده افغانستان بانک قادر بود تا تمامی این بانک نوت ها را جمع آوری و به عوض بانک نوت های جدید را به بازار عرضه کنند، اما در حکومت کنونی تاکنون با این مشکل راهی سنجیده نشده است. میرویس امیری، تلویزیون اورانوس، کندز.